به تازگی موج جدیدی از مهاجرت‌های اجباری از ایران و پناهندگی به کشورهای اروپایی در حال رخ دادن است. خانواده‌های بیماران خاص به ویژه مبتلایان به بیماری SMA ناگزیر به ترک وطن و پناهندگی به کشورهای اروپایی شدند. همکارم در گزارش خود به بررسی این معضل جدید در ایران پرداخته که با هم می‌بینیم. گزارش ها نشان می دهد که در پی مشکلات جدی در تامین داروی بیماران خاص در ایران، تعداد زیادی از خانواده های این بیماران به ناچار به کشورهای اروپایی پناهنده می شوند. روزنامه هم‌میهن در گزارشی اعلام کرده است که هزینه های سرسام‌آور دارو و ناامیدی از اثر بخشی درمان های داخلی خانواده ها را به این نتیجه رسانده که بهترین راه برای نجات جان عزیزانشان مهاجرت به اروپا است. داروهای بیماری های خاص مانند آتروفی عضلانی نخایی SMA که به درمان های خاص و داروهای بسیار گران قیمت نیاز دارند به سختی در ایران تأمین می شوند. این بیماری که سیستم عصبی و عضلات بدن را درگیر می کند با ناتوانی عضلات و در نهایت ضعف شدید همراه است. متاسفانه در سالهای اخیر بیش از 50 بیمار مبتلا به این بیماری جان خود را به دلیل کمبود دارو از دست دادند. دو داروی حیاتی و وارداتی برای بیماران مبتلا به SMA وجود دارد که یکی از آنها داروی اسپینراز است که از طریق ژن درمانی به بیماران کمک می کند. این دارو که از گرانترین داروهای موجود در جهان به شمار می رود، هزینه ای حدود 750 هزار دلار برای یک دوره درمان کامل دارد. چنین هزینه های سنگینی برای بسیاری از خانواده های ایرانی غیر قابل تحمل است و وزارت بهداشت نیز در تامین این داروها کوتاهی کرده است. این شرایط باعث شده تا خانواده ها به فروش اموال و دارایی های خود رو بیاورند و برای تامین هزینه های مهاجرت و درمان به وکلا و دلالان مهاجرتی متوسل شوند. کشورهای اروپایی مانند آلمان، بریتانیا، اتریش، سوئد و هلند به مقاصد اصلی این پناهجویان تبدیل شدند. این خانواده ها با امید به دسترسی بهتر به درمان و نجات جان عزیزانشان خانه و زندگی خود را ترک می کنند. این بحران دارویی و مهاجرت نشان دهنده نیاز جدی به اصلاح سیستم بهداشتی و تامین داروی بیماران خاص در ایران است. اگر این روند ادامه پیدا کند، تعداد بیشتری از خانواده ها مجبور به ترک وطن خود خواهند شد و جان بیماران بیشتری در خطر قرار خواهد گرفت. برای صحبت بیشتر در خصوص آقای دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر علیزاده، چرا ایران که کشوری ثروتمند است و در سالهای گذشته هم از لحاظ پزشکی به موفقیت‌های فراوانی دست یافته بود، اکنون به وضعیتی دچار شده که شهروندانش برای حفظ جان خود به کشورهای اروپایی پناهنده می‌شوند؟ حالا این یک نکته مهمی است که ما در مورد جامعه شناسی ایران توجه داشته باشیم که ایران دو ویژگی داره. یکی مهاجر فرست هست و یکی مهاجر پذیر. یعنی چه؟ یعنی اینکه الان گفته میشه حدود 8 میلیون نفر اتباع افغانستان در ایران هست. خیلی عدد بزرگیه. میشه مهاجر پذیر بودن. اما جالب این هست که به همین مقدار در مورد حدود 8 میلیون نفر هم گفته میشود اتباع ایرانی به کشور از کشور مهاجرت کردن. پس ایران کشور مهاجر فرست هم هست. خب فهم این مسئله اینجا لازم هستش که چرا برخی به ایران میآیند، چرا برخی از ایران میروند. اونا که به ایران میآیند خب در وضعیت طالبان قرار گرفتن، شیعیان، فارس زبانان و زنان که به ایران مجبورن بیان. اما کشورهایی که از ایران رو ترک میکنن، به تعبیر شما کشوری که دارای پول و سرمایه هستش، چرا باید کشور رو ترک میکنن؟ توضیح بدم که ببینید، ما چند نوع مهاجرت داریم. مثلا مهاجرت سیاسی، پناهندگی سیاسی میگه، یا مهاجرت اجتماعی. مثلا که طرف میگه من در سرزمین خودم کار پیدا نمیکنم، مجبورم میام کشور شما.
یا اخیرا یه مدلی از مهاجرت شکل گرفته، مهاجرت محیط زیستی، یعنی میگه که کشور من مثلا دچار کم آبی شده یا قحطی شده، خب من مجبورم کشورم ترک کنم بیام کشور شما. این میشه مهاجرت محیط زیستی. اینی که الان ما شاهد هستیم در ایران یک مدل جدیدیه و اسمش رو باید گذاشت مهاجرت بهزیستی درمانی. یعنی چی؟ یعنی که مردمی در کشور خودشون توانایی ندارن که درمان یا داروی لازم برای بیماری خودشون رو دریافت بکنن و این هولناک هستش، به ویژه برای بیماریهایی که داروهای بسیار گران قیمتی داره. همین SMA که شما در گزارشتون آوردید یه داروی بسیار گران قیمتی هستش. چرا حالا این دارو پیدا نمیشه؟ برمیگرده به مسئله تعارضی که جمهوری اسلامی با نظام بین الملل پیدا کرده، رفته زیر تحریم های مختلف، هر گونه دارویی رو بخواد وارد بکنه، هر گونه بایستی از سیستم بانکی استفاده میشه، اگر سیستم بانکی استفاده نشه میخوان دور بزنن، بایستی کسانی که بخوان کالایی رو وارد کنن دور بزنن، دولا پهنا اون رو واردش میکنن و وقتی واردش میکنن آیا اینها استاندارد کافی رو دارن؟ رفته از بازار آزاد یه جای دارویی رو خریده اوورده تو کشور داره استفاده میکنه، اون مصرف گذشته نباشه، زمان تا منقضی نشده باشه همون دارو باشه. ببینید بنابراین یک وضعیت بسیار هولناکی رو ایجاد میکنه. حالا شما فرض کنید که فرزندی داریم، این فرزند دچار این بیماری های ویژه هستش، خب من پدر چقدر پول هنگفتی باید بابت این خرج بکنم؟ اولا داروش پیدا نمیشه، حالا اگه پیدا بشه نمیدونم داروش سالم به هستش، در نتیجه باید خونم رو بفروشم. وقتی میخوام خونم رو بفروشم بعد از مدتی آلا خون بالا خون میشم، بدون سرپناه میشم، آخرش به این نتیجه میرسه میگه خب حالا من که خونم رو مجبورم بفروشم، خب اینو میفروشم، هزینه مهاجرت میکنم، میرم به یه کشوری مثلا هلند، در اونجا دیگه به بچه من رسیدگی رایگان میشه. بله. برای اینکه به مهاجرها رسیدگی رایگان میشه. این منطق باعث شده که ما نوعی از مهاجرت جدید رو در جمهوری اسلامی شاهد باشیم که اسمش رو من گذاشتم مهاجرت درمانی و متاسفانه این وضعیت در حال افزایش است. علتش هم برمیگرده به تنشی که بین تهران و نظام بین الملل شکل گرفته و هر چی جلوتر هم ببینیم تا این مسئله تنش حل نشود چنین شواهد دردناکی رو باز هم مشاهده خواهیم کرد. سپاس از شما دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن.